نام خدا و با سلام و درود ببینندگان عزیزم در سرتاسر سر جهان امیدوارم شاد و سلامت باشید میبینید که چفیه سرم کردم به احترام و حرمت مردم بیگناه غزه کودکان و انسانهای بیگناهی که توسط رژیم قاسب اشغالگر کودک کش کشته شدن و همچنین این پیرهن پیرهنی رو که عکس رهبر عزیزمون روشه پوشیدم و افتخار میکنم که چنین رهبری داریم و خوشحالم از این که در این زمان زندگی میکنم که یک چنین انسان والایی رهبر ایران است خب از اینو که بگذریم میخوام کلیپی رو بهتون نشون بدم که دیدن این کلیپ واقعا جالبه چرا که نشون میده این حماس کوچک نسبتا میخوام بگم یکی از کوچکترین نیروهای مقاومت نه الله نه حزب الله نه ایران و خب در سوادی جنبش مردمی بسیجی هستش و اینا چه بر سر اسرائیل وردن و چیکار کردن که اینها در واقع عقب نشینی کردن و آتش بس رو پذیرفتن و در واقع شکست خوردن این واقعیته این کلیپ بسیار جالبه میخوام برم این کلیپ رو بهتون نشون بدم اما پیش از اون یه گفتگوی با اتون دارم ببینین اسرائیلی یهودی نیست و یهودی لزومن اسرائیلی نیست میدونیم که در گذشته یک یهودیای با شرفی اونجا در کنار مسلمانان و حتی مسیحیان با هم زندگی میکردن و اشغالگر نبودند، اما سهیونیستا اومدن و در واقع همه چیز رو به هم ریختن بنابراین اسرائیلی اشغالگر یعنی سهیونیست بنابراین این رو قاطی نکنیم با نجات پرستی که در آمریکا همون جریان سهیونیزم اینها کوشیدن که نجاد پرستی رو یعنی انتای سمایت رو ضد نژاد سامی رو مساوی بذارن با سهیونیزم در صورتی که در واقع گمر... امریکایی ها رو امراه... اینها گمراه کردن چون تو دستگاه غذای آمریکا رخنه کردن و نفوذ دارن و هر کاری که بخوان اونجا میکنن قانون وز میکنن در صورت میخوام بگم که نه سهیونیزم مساوی ضد نجاد سامینی نیست سهیونیست و سهیونیزم و این اسرائیلی های اشغالگر اینها حتی یهودی هم نیستن یهودی دفرمانی هم نیستن یهودی اصلا اینا رو قبول ندارن یهودی های واقعی و باعث ننگ و شرم یهودی های واقعی هستن این سهیونیست ها این واقعیته و حالا هر کسی هر کشوری هر ارگانی که این سهیونیست های قاسب کودک کش رو در سرزمین اشغالی حمایت میکنه اینها در واقع در قتل و جنایت علیه کودکان شریک هستند علیه کودکان مظلوم فلسطین میخوام یه پرسش از خودمون بپرسیم اگر یه شخصی قاتل کودک و یا کودکانی باشه قاتل زن و یا زنانی و یا افراد مردمان بیگناه باشه آیا ما از اون حمایت میکنیم از, از یک چنین قاتل و یا قاتلانی یا اینکه اعلام براعت میکنیم و از آنها دوری میکنیم و حتی اونها رو به دست قوه قضا میسپاریم و اونها رو به دست عدالت میسپاریم خب این یه پرسشه که باید از خودمون بکنیم حالا پرسش من در این سفری که به ایران دارم و هم در ایران هستم میبینم که برخی از ایرانیان که حالا به هر دلیلی ضد نظام هستند ضد منافع ایران هستند اصلا ضد همه چی شدن تو ایران و به میزانی که اینا حالشون خوبه پول درآمد خوب دارن و جای خوب زندگی میکنن شیش باقیه و اینها از همه طلبکارتر هستن از همه بیشورتر همین گروه دسته هستن همشون رو نمیگم و همینها الان دارن از اسرائیل حمایت میکنن و برای اینکه چیکار کنن به نظام دهنکجی کنن و یا اینکه به اصطلاح ضد حالا هر چیزی ضد نظام و ضد دولت و ضد حکومت و ضد دستگاه ها و تمام اینا هستند میخوان از طریق اینکه اسرائیل رو حمایت میکنن به اصطلاح لج و لجبازی خودشون رو به مردم ایران به نظام نشون بدن خب اینا باید خیلی بیشرف و بیشور باشن و یک جو انسانیت شرف عدالت معرفت اینا اصلا دارایی هیچ کدوم اینها نیستند. اینا وطن فروش بیشرف بیشور هستن از دم و من اینا رو میبینم باشون میری وارد بحث میشی میان میگن چرا ما داریم تو قضه دخالت میکنیم خب خاک کلم بر سرت اگر چرا داریم پول میدیم چرا پولامونو داریم خرج قضه میکنیم من میخوام بهتون اینو بگم ایران در سال 20 میلیون دلار برای حالا میخوام میگم قضه یا برای مردم فلسطین خرج کرده و این رو به اون بیشورهایی میگم که بفهمن اگر ما 20 میلیون دلار ناچیز در خارج از مرزهای خودمون هزینه نکنیم میدونین معنیش چیه اون وقت باید میلیاردها دلار هزینه کنیم در داخل کشور زمانی که دشمن بیاد و نزدیک مرزایی ما بشه و حتی از مرزها عبور کنه مگه ما ندیدیم در جنگ مقدس چه بر, چه بر سر ما آوردن اونها دنبال تجزیه ایران هستن پس اینا تو مخ و مغزت بکن ما ناچار هستیم که یک هزینه هایی رو که هزینه های دفاعی هم هست برای دفاع از حق تو از حق تو که بزن و دختر و خانواده تجاوز نکنن و خودت هم هزار تا بلا سرت نیارن برای دفاع از تو از توی بی نمک نشناز بی شرف بی شور، ناچاریم یه هزینه هایی رو بکنیم در غزه حالا در لبنان هست در سوریه هست در یمن هست هر جایی که هست نوش جونشون و نوش جونمون برای اینکه دفاع بکنیم از مرزهای خودمون و از منافع ملی و از مردم ایران از مردم با چشم روی ایران که در ایران هستم تو هم اگه نمیپسندی گورتو تو گم کن برو از اینا انقدر شنیدم ببخشید من عصبانیم که این حرفها رو دارم میزنم ولی واقعا میخوام بگم که اینا اینا طوری رفتار میکنن و چیزایی میگن که آدم فکر میکنه که اینا یک جو انسانیت و شرافت تو وجودشون نیست حالا تو زده ایران شدی به هر دلیلی مخ و مغزتو شستن توش یک کاری کردن رسانه های بیگانه و دشمن به کنار ولی چرا شرف و انسانیت رو گذاشتی کنار تصور کن که این کودکانی که در قزه با انواع و اقسام سلاحهای شیمیایی سلاحهای نمیدونم اتمی سلاحهای فسفوری انواع و اقسامش اینها رو کشتن و زیر آوار هنوز خیلیاشون موندن تصور کن یک لحظه خودتو بذار جای اونا که این بچه تو بود نمیدونم بچه خواهرت بودش فامیل تو بود فامیل نزدیکت بود پدر مادرت بود نمیدونم دخترت بود پسرت بود پدرت بود یه لحظه خود تو بذار جای اونا اون وقت شاید بفهمی که من چی دارم بهت میگم دست از بیشرفی بردار حالا اگر که بیشوری دیگه اون با خودته ولی دست کم دست از بیشرف بودن بردار خب حالا از اینا که بگذاریم میخوام برم سراغ این کلیپ نشون بدیم چه نفاق و چه تفرقه و چه تنفری ایجاد شده بین همین اشغالگرات بین در واقع اسیران اون خانواده های اسیران اسرائیلی و اعضای پارلمان اعضای کنیزت اسرائیل بریم این کلیپ رو ببینیم بسیار جالبه و یه چیزایی برامون جا میفته که اونجا چه خبره و چرا این رژیم اشغال کرد محکوم به فروپاشی هست محکوم به فروپاشی از درون هیچ کاری هم نمیخواد باهاشون بکنی خودشون دارن فروپاشی میکنن میگن که من که دارم میرم چرا هلم میدی حالا حمازی هولشون داد برای اینکه پیشگیری بکنه از اهداف ضد بشری و جنایتکارانه ای که اونا داشتن حمازی خود پیش دستی کرد دمشون گرم خب حالا بب... بریم این کلیپ رو ببینیم ببینیم اونجا چه خبره و اینا چه کار دارن میکنن و چی میگن من این رو گاوگداری متوقف میکنم و زیر نویساشو میخونم برای اینکه شاید نرسین زیر نویساشو بخونین بریم ببینیم چی گفته میشه خب, اونش خبلیم خب، یکی از اون اعضای پارلمان داریم میگه اگر اصرای حماس در زندان من را به اعدام محکوم, کن... محکوم کنیم یعنی یعنی از که از از فلسطین و حماس هم گرفتن اینا رو اعدامشون بکنیم حماس همه چیز خود را از دست خواهد داد خب این کور خونده این مسئله موجب می شود خب حالا یه ملف سید اونش زی کدم میگن تو هماس رو نمی شناسی این مسئله موجب می شود باز نوبره می پره وسط حرف این اینایی که در واقع خانواده هاشون اسیر گرفته شده این چه منطقه است بنگویر اسم این یارو بنگویره بنگویر یه چیزی که میگویی به چیزی که میگویی باور داری یا باور میکنی خواهش میکنم به من گوش دهید این میگه اگر پدر شما هم در این لحظات در تونل های حماس بود به هایم آیا دقت نمی کردید که طرح قانون اعدام خرابکاران حماس به بازگشت پدرتان کمک می کند یا مانع از آن می شود خب این یه جوون معقول و منطقی داره از این عضو پارلمان بیشور می پرسه به این خم به مبت ندبر علو ثعال اورگ شل مخبلین هيا تورم لخزرتو اما چیزی رو بگم هم یه خانواده اعضای خانواده رو حماس گرفته به گرفته هزاران هزاران فلسطینی در زندان های رژیم قاسم سالهاس اونجا دارن میپوسن و اینها نگرشون داشتن شگنجشون میکنن و شرایطی خیلی اسفناکی دارن Uh, البته من با اسیر و زندانی با ایش کدومش موافق نیستم اه, اما در هر صورت اینا ناچار بودن این اسیران رو بگیرن که بتونن باهاشون وارد با معامله بشن خب بعد از اینکه مطمئن شدید حماس از اسرای ما انتقام نمیگیرد و آنها را اعدام نمی کند ریش این کن بهم و لهورگ آن وقت می به طور عینی از این موضوع با یک نگاه یک نگاه آینده صحبت کرد این اولویت ما باید باشد خب ببینین میدونین که در این حملاتی که شد خود این رژیم قاسب به غزه حمله کرد یه تعدادی از این اسیران هم کشته شدن تو همین ساختمونایی بودند که اینها بمباران کردن که حالا اینا سعی کردن که اینو بندازن گردن حماس در صورتی که رفتار خوبی با اسیران اسرائیلی اسیران اسرائیلی تحت کنترل حماس شده خودشون آمدن بیرون و تعریف میکنن که چه اتفاقی افتاد برخی از اونوری که آزاد کردن مثلا برخی از پیر زنها و اینا دا... ل... ل... این این اگر چنین کاری بکنید و بلایی سر گرگان بیاید شما مسئول خونه آنها هستید לפגוע لفگاه به خطوفین هدم احتمال اینکه فرزندان شما با طرح قانون اعدام ادام, ادام خرابکاران به خانه برگردن بیش از احتمال, بر احتمال برگشت بدون تصویب این قانون است داره میپرس ازش این اونش موت گدول. یعنی بیش از احتمال برگشت بدون تصویب این قانون است داره, داره بهش میگه در واقع میگه که احتمال اینکه اینا برگردن خیلی بیشتری شما بیاین قانون ادام رو تصویب بکنین و وقت میتونیم مطمئن باشین که اتفاقای خوبی نمیافته <تصفح> بگو آیا واقعا به این حرف باور داری از این نماینده می ما تعهد می اگر با تصویب قانون ادام چنین نشد باید استفاده دهی ببینین اینا میگن باید استفاده بدی خاله اومدن خانواده رو خانواده این یا اعضای خانوادهشون به هر دلیلی به خطر افتاده حالا یا رو استفا بده بره چه هوکرز به قول اونجا یا چه چیزی رو عوض میکنه من میخوام بگم درخواستشون هم یه مقداری حالا همچین محکم نیستش با این نماینده پارلمان ولی به هم ریختن میبینین که به جون هم افتادن <omedical Reagan> حرف من چیز دیگری اگر با تصویب قانون اعدام چنین نشد استفاده می میده یا نه شو. شو. این حرف یعنی توهین به 1400 اسرائیلی کشته شده خب میدونیم که در واقع الان از مردم غزه 314 هزار نفر کشته شدند صد هزار نفر مجروح شدند تعداد زیادی هزاران نفر زیر خرابه ها هنوز هستند یعنی واقعا هماس،, هماس که نه مردم غزه هزینه دادن تلفات دادن حالا این 1400 تا منم فکر میکنم که این 1400 تا بیشتر اینا پنهان میکنن چون که براشون خیلی میخوام بگم آروریزی بیان تمام این اعداد و ارقام رو افشا کنن حالا بعدا همه اینا در میاد 400 تن اشیم شرگو پولا لخبد تا مشفحه یعنی توهین به خانواده می... اه... به خانواده من که از آتش نجات یافت و توهین به مادر بزرگ من جلیش و از صحبت در مورد کشتن عرب ها دست پردار در مورد نجات یهودی ها صحبت کن دقیقا این ها اصلا تمام وجودشون پر از کینه و نفرت نسبت به فلسطینی ها, عربی ها <realmente supports proto> برای بازگرداندن آنها <compelling> <Marvinflanzen> <tal> این ماموریت شماست این یعنی حکومت کردن من اولا شما حق ندارید این فرد را مختص خودتان بدانید ما هم بیش از پنجاه نفر از دوستانمان را دفن کرده ایم خبریم. فریب سیاست مداران کتولهی که میخواهند شما را دور بزنند را نخورید سیاست مداران کتوله مثل،, مثل, نتانیاهو نفتالی بنتو، وزیر دفاع و تمام این این چی میگن الدنگ های جنایت کار صحبت کنید تا بفهمیم شما چه کسانی هستید شما چه کسانی هستید, هستید؟ میپرسن ازشون نماینده الموج الموجکوهین مرا وادار نکن داره بهش میگه مرا وادار نکن که یه چیزایی بگم خبر کنست تالمو کوهن ال تو ویلو این یک سیرک است که شما روی خونه گروگان ها راه انداخته اید این یک سیرک است که شما روی خونه خانواده من و دختر امه من راه انداخته اید دم دم شل خطفیم زکیرکست دم شل خطفیم شل خطفیم شل ببینین جالبه ببینین اینا جوانان جوانای حالا میخوام بگم اشغالگر یا اسرائیلی حالا اینا اونجا دنیا اومدن در واقع میخوام بگم پدر مادراشون چه بس و پدر مادراشون به گونه ای گناهکار هستن اینا دنیا اومدن در یه شرایطی چه اصلا موافقش هم نیستن ولی حالا اونجا هستن البته برخیشون هم از دوران مدرسه بهشون آموزش میدن که از فلسطینیا متنفر باشن و اینا یه چیز دارن به نام گویم یعنی هر کسی که به یهودی که اونا تعریف میکنن نه یهودی واقعی یهودی که اونا تعریف میکنن نیست این حیوان میتونین بکشینش میتونین نمیدونم ضبهش کنین میتونین زندانیش کنین میتونین هر بلایی بخواین سرش بیارین یعنی مثل حیوان باش رفتار کنید ولی میبینین که اینا جوونا هستن چه بازو واقعا گناهی هم ندارن افراد زیادی در دوره شما کشته شدن افراد زیادی لاما. لاما. چرا یک بار هم دست بر نمی شما نمیفهمید که چه کار می شما در این دنیا زندگی نمی کنید فقط به ما ضرر زده اید اتمق فقط بلدی داد بزنید فقط بلدی در تلویزیون مناظره کنید یعنی حرف درمانی فقط کارهای رسانه ای بلدید اینی که این سحیون در کار رسانه باید بهشون دکترا داد یعنی در این کار واقعا اینها مهارت دارن همون روز اول اومدن گفتن که نمیدونم. حماس یا فلسطینیا اومدن بر کودکان اسرائیلی رو گرفتن سر بریدن و این داستان رو اون بایدن بیشور هم همین تکرار کرد بعد معلوم شد که دروغ بزرگ بود ولی اون تاثیر منفی رسانهیش روی مخ مغز خیلی از افرادی که شور سیاسی ندارن گذاشت و در واقع چه بسا برخیشون که شور سیاسی دارن رفتن دنبالش ببینن درسته یا نه فهمیدن ولی تعداد زیادی گمراه شدن و گول خوردن تلفیزیا. چه زمانی دست بر می دارید و چیزی یاد میگیرید آنها را برگردانید امیدوارم که این آتش بس منجر بشه به اینکه اینا از داخل تزلزل و اختلال بیشتری بین خودشون ایجاد بشه اخلال بشه تزلزل بشه و اینها الان دارن می لرزن اینطوری لغزنده و لرزنده شده و دارن توی شلوارشون یه کاری میکنن میدونین که بجوری جوری هم میترسن در هر صورت بجوری هم ترسو هستن اینشاالله که این جنایت و این قتل آن به پایان بره من اصلا واقعا نمیفهمم این همین ها رو اینا میتونستن برن یه بخش بزرگی از استرالیا رو بگیرن از نیوزیلند رو بگیرن برن اونجا رو بخرن برن برای خودشون یه زندگی خوب داشته باشن برن در واقع یه کشور برای خودشون داشته باشن ببینین من به گذشته زمان به این نتیجه رسیدم اینا چون تو هم تو هم تو هم ازدواج کردن اینا یه نجات شدن البته ازدواج های فامیلی و تو هم تو هم میدونین که مشکلات و مسائل خودشو داره من در یک میخوام بگم سمیناری در لس آنجلس شرکت کردم درباره بیماری هایی هستش که یهودی ها میگیرن و اونجا پزشکان متخصص یهودی اومده بودن و صحبت میکردن از ازدواج فامیلی که چقدر ازدواج های درون نجات که مرتب شما خون تازه وارد نمیشه باعث میشه که اینا یه مریضیایی میگیرن که در نژادهای دیگه نیست مثلا در نژاد سفید پوست ایرانی نیست یا در آمریکایی نیست ولی تو تو اینا هست الان اسم اون مریضیا یادم نیست ولی خود یهودی خوب میدونن من درباره چی دارم صحبت میکنم یه بخشش یه مریضی های خونی هست خب حالا در هر صورت خب بگم که اینا به گذشته زمان یه نجات شدن خودشون هم یه نجات میدونن خودشون رو یه،, یه و یه دین و یه تافته جدا بافته میدونن خیلی خوب ما کاری نداریم باشه دوست دارن کشور داشته باشن دوست دارن برای خودشون یه جا داشته باشن بگن که ما هم یه کشور داریم بهش افتخار کنن بعد برن این رو بسازن یه آداب و رسوم و یه تاریخ و یه, یه همین چیزایی که ما خودمون داریم یه زبان مشترک یه دین مشترک که در واقع اون یهو... یهودیزم یا یهودی نیستش که اینا تعریف کردن ولی در فرمانی واقعی یهودی در فرمانی واقعی خب خیلی جا بودش تو این کره خاکی که میتونستن برن در آرامش زندگی کنند و اینقدر نفرت و تنفر در جا جای دنیا نسبت به خودشون پدید نیارن میتونستن این کار بکنن من واقعا اینا رو نمیفهمم چرا نرفتن دنبال اون گزینه و, و اومدن این کارا رو کردن و مثل اینکه این مسائل آخر و زمانی خیلی رفته تو مخ و مغز اینا راه رفته و فکر میکنن اینا باید اینا باید آخر زمان رو بسازن انتها متوجه نیستن که چیزایی هست بین زمین و هوا که اینا نمیتونن در واقع گول بزنن و تحریفش کنن و در واقع به اسم خودشون این رو تخریبش کنن و ببرن و جهان رو تبدیل کنن به یک شیطان کده که اینا میخوان کنترلش بکنن این برنامه ایناست برای همینم هم موندن تو این منطقه که مردم رو گول بزنن و اسان عمومی و حتی یهودیایی که یه موقعی میخوام بگم یهودیه خوب بودن اینا را هم حتی اینو گول زدن یعنی اینا شیطانو گول میزنن اصلا خود شیطانن در هر صورت من فقط امیدوارم که اینا گورشون رو گم کنن از منطقه برن بیرون برن یه جایی دیگه استرالیای نیوزیلندی جایی یه کشور دیگه برن اونجا برای خودشون یه کشور درست کنن و دست از سر بقیه دنیا بردارن و این اتفاق در هر صورت قراره بیفته یه توییتی دیدم که نوشته بودش که آره رهبرمون گفتن 25 سال مثل اینکه اون دوش اضافیه دوشو باید ورداریم الان شده 5 سال خب حالا پنج سالش هم که گذشت حالا در صورت که به زودی اتفاق میفته خب عزیزان من عضو کانالا بشین پسند رو فشار بدین به اشتراک بگذارین مهمه و واقعا ازتون خواهش میکنم درخواست میکنم برنامه رو به اشتراک بگذارین با عشق و عاشقان ایران در پناه هم